دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم تو این ویدیو پسوند سال و سال رو بهتون درس میدم پسوندی هستش که به یه تعداد اسم میچسبه و اونها رو تغییر میده تعداد معدودی از کلمات هستن که با این پسوند میچسبن و اونا رو تا اونجایی که تونستم سعی کردم همش رو اینجا براتون مثال بزنم اگر یکی دو تا یادم رفته باشه و یا به خاطر نیاورده باشم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید ولی همش رو اینجا گفتم خب بریم اگر قلم و کاغذتون رو آماده کردید که نوت بردارید بریم سراغ درسمون لایک هم یادتون نره اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که من وقتی ویدیو گذاشتم بدونید که ویدیو اومده زنگوله رو بزنید که واسه نوتیفیکیشن بیاد معلوم نیست که دوباره ویدیو بذارم خبر داشته باشید خب همونطور که میدونید زمانی که حروف صدادار کلوفت رو داریم پسوندمون هم همون حرف صدادار کلوفت رو باید داشته باشید که اینجا دوتا داریم پس من دوگانه هستش و اینجا هم که حروف نازک را اگر داشته باشیم در هجای آخر کلمه پسوند پس رو داریم که صدای نازک رو داره یعنی برای این چهار تا حرف سال برای این چهار تا هفت سل رو داریم سل خون نمیشه البته وقتی که پسوندش میاد بریم سراغ مثال ها دویگو سال دویگو سال اینی احساساتی دویگو سال اندار لحظه های پر احساس معمولا کنار یه همچین کلماتی که مثال زدن میبینید اینها رو کادرسل کادرسل اینی مربوط به سرنوشت مربوط به تقدیر کادرسل دنگیلر کادرسن دنگیلر، دوره های تقدیری یعنی اتفاقاتی که تغییراتی که تو زندگی میفته و آدم ها تغییر میکنن جینسل جینسل جنسی جینسل کنولار جینسل کنولار موضوعات جنسی کیمیاسال کیمیاسال شیمیایی کیمیاسال مادهلر کیمیاسال مادهلر مواد شیمیایی کودسال کودسال مقدس کودسال مکانلر کودسال مکانلر یعنی مکانهای مقدس اییتیم سل eğitimsel yani amuzeşik, eğitimsel konular, eğitimsel konular, evrensel, evrensel yani cihani, evren yeni cihan dünya, evrensel konular, evrensel konular. یعنی موضوعات جهانی مربوط به کل دنیا سانات سال سال هنری مربوط به هنر سانات سال باکش سانات سال باکش یعنی نگاه هنری کنسل کنسل یعنی شهری کنسل دیشیم کنسل دیشیم یعنی تغییراتی که مربوط به بافت شهری میشه حالا شهر رو همتون شهیر شنیدید احتمالا ولی خب شهیر یه کلمه فارسی هستش که به ترکی اومده در اصل به شهر و روستا در زبان ترکی کنت میگن خب بریم سراغ مورد بعدی توپلومسال سال یعنی مردمی چیزی که مردم مربوط به جمع میشه به جامعه میشه توپلومسال سال توپلومسال توپلوم یعنی مقرراتی که برای مردم وضع میشه همه باید مثلا انجام بدن حیوان سال مربوط به حیوانات حیوان سال ایرونلر حیوان سال ایرونلر این تولیدات حیوانی بیتکیسل بیتکیسل گیاهی بیتکی سال بیتکیسل بیتکی این داروهای گیاهی گلنکسل گلنکسل یعنی سنتی گلنکسل عادتلر گلنکسل عادتلر یعنی عادات سنتی آداب و رسوم بیریسل بیریسل یعنی فردی شخصی تکی یه یعنی نفر یه کاری رو انجام میده به صورت تنها میشه بیریسل بیریسل کنولار بیریسل کنولار یعنی موضوعات فردی بلگسل بلگسل یعنی منطقه ای بلگسل هستالک بلگسل هستالک یعنی بیماری های منطقه ای یعنی توی منطقه پخش شده این بیماری تو منطقه دیگه پخش نمیشه مثلا بیماری های مربوط به آفریقا تو آسیا پیدا نمیشه یه همچین چیز پاراسال پاراسال یعنی پولی مربوط به پول پاراسال کنولار پاراسال کنولار موضوعات مربوط به پول گرسل گرسل مربوط به دیدن یعنی مربوط به بینایی چیزایی که میشه دید گرسل ساناتلار گرسل ساناتلار یعنی هنرهایی که مربوط به دیدنه مثل نقاشی و عکاسی و معماری و اینا میشن گرسل ساناتلار پس هنرهایی که مربوط به موزیک و اینا میشه جز گرسل ساناتلار نیست یا شمسال یا شمسال مربوط به حیات مربوط به زندگی یا شمسال پروبلملر یا شمسال پروبلملر یعنی مشکلات معیشتی بلیمسل بلیمسل علمی بلیمسل کنولار بلیمسل کنولار ینی موضوعات علمی ایجسل ایجسل نی مربوط به روح و درون درون انسان ایجسل دونیام ایجسل دونیام نی دنیای درونم یوزیسل یوزیسل یعنی سطحی چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ مجازی برای چیزی که مربوط به سطح میشه مثلا سطح میز سطح سنگ و یا یه موضوع سطحی مثلا این کلمه رو استفاده میکنن. یوزهی سل کنولار یوزهی موضوعات سطحی خب دوستان امیدوارم که این ویدیو تون مختصر و مفید واقع شده باشه هر سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید هر چی به ذهنتون اومد من خدمتون هستم جواب میدم برای تدریس خصوصی میتونید باز با خودم تماس بگیرید برای مسائل مربوط به خرید خونه و زندگی در ترکیه و مشاوره و اینا باز در خدمتتون هستم خب دوستان نکته دیگه نمونده که بهتون بگم اگه تا الان لایک نکردید لایک کنید خیلی ممنون موفق باشید